گرامی داشت، از اولین سال روز رحلت حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه در هرات، اینجا شورای اخوت اسلامی، نهادی که مبتکر ایجادش این رهبر و عالم دینی بزرگ بود، رئیس این شورا جوانگرایی و جوان محوری را از مهمترین خصوصیات حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه میداند. خدمات شایسته کرد برای خصوصا به طبقه جوان، همیشه در صحبت ها کوشش بکرد که اخوت در مغز جوان ها به حساب جایگزین کنه. این خدمتی بود شایسته، تعصبات نداشت، بسیار بسیار شخصیت عالی بود، علمی که هم در جهان از پژوهشگران بزرگ اسلام شناخته شد. علمای دیگری این همایش به جایگاه علمی این عالم بزرگ جهان اسلام پرداختند، شخصیت بی نظیر که عموم علمای جهان اسلام محققی بزرگ خطابش می کردند. این یک گنجینه بود برای مردم کشور در بعد علمی، نویسنده زبردستی بود، یه بعد دیگری بود. حضرت آیت الله محسنی آثار گرانبهایی را به جا گذاشته که واقعا مطالعه او را برای همه دانشجوها و اهل قلم و اهل مطالعه ما سفارش میکنم. حضرت آیت الله العظما محسنی یو فرزانه، یو داسی عالم و چه ساره پا دنیا که ندرلودی، نه په افغانستان که پا دنیا که ساره نو. حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیها دیر شا عالم، دیر شا استاد، شا فصیح، خواب گرته معلوم دی. با این حال اخوت محوری حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه حرف برجسته ای است که عموم مردم افغانستان از آن خاطرات خوب به یاد دارند. گفته شده در کنار دیگر خصوصیات منحصر به فرد این روحانی فرزانه، وحدت سازی در افغانستان امری الهی بود که این رهبر بزرگ از خود نشان داد. حضرت آیت الله محسنی ضمن از اینکه در بحث فقاهت خود تو به عنوان یک مجتهد، شخصیت جهادی نا در دوران جهاد به عنوان یک ارزش دوم می بعد از فقاهت، و دو سوم دید تقریبی و اخوتی از اینا به عنوان محور سومی هست که در وجود شخصیت تبلور زیادتر داشت. در نقاط مختلف شهر هرات دیده می شود که از اولین سال روز رحلت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه گرامی داشت شده است. مردم این ولایت به خوبی می دانند فقدان رهبری که به دنبال سعادت و وحدتشان بود چه پیامدهای سنگینی را به دنبال دارد. یحیی فولادی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات.